درد چشم آمد گو به هم که بی تو شب خموشم، آنان که نور خورشید خواهن روی ماهت را ندیدن، مستانه برم آ که بنوشم باری پر جوشم. حکایتی بهوش بودم از هم برو که دل به کس نسپارم، شمایل تو بدیدم نسب ماند و نروشم. با درودی دوباره خدمت یکایک که شما خوبان و نازنینان، سعید بهوانی هستم. عرضم به حضور شما که امروزم دوشنبه است، نخستین روز هفته تلویزیون میهن، 28 ماه مارس 2016 است. چند روزی از ایام سال جدید میگذرد و چون روزهای دوشنبه در حقیقت اختصاص دارد به موضوعی ادبیات و به باور من این سه عنصر اصلی، یعنی این که تاریخ و جغرافیا و ادبیات، سه تا پایه‌ای هستند، در حقیقت سه پایه‌ای هستند در ترقی و تعالی هر جامعه، و متاسفانه در کشورهای مانند ایران حاکم برای اینکه بتواند به حکومت جابرانه خودش ادامه بده، سعی در این داره که این سپایه رو در حقیقت محو بکنه و همه توجهات رو به خودش معطوف بداره، و به همین دلیل این نوع جوامع پیشرفت چندانی نداره. من دیروز یه فیلمی رو نگاه میکردم در کانال من و تو، فیلم رضا شاه بود و فکر میکنم که یه بخش دیگه ای بود، قبلیه نبود، یه داکیومنت دیگه ای بود و از خدمات رضا شاه حرف میزد. ولی یادمون باشه که رضا شاه کبیر که ایران عقب افتاده رو به اون نقطه عالی رساند، یکی از دلایلش هم همین بودش که به این بحث تاریخ و جغرافیا علاقمند بود، خودشم به این داستانه توجه داشت، به همین دلیل توانست مملکت رو از اون انحطاطی که در شاکم بود بیرون بکشه. ولی خب بالاخره موضوع برنامه ما تحلیل رضا شاه نیست، موضوع برنامه ما ادبیات هست، تاریخ است و جغرافیا. ما روزای دوشنبه به همین مناسبت به بحث تاریخ و ادبیات میپردازیم و تلاشمون هستش که فرض کنید که به یک موضوع اساسی و اونم شاهنامه فردوسی هم توجه بشه. و چون بضاعت من به راستی در این زمینه کم است و آقای مهندس چمنارا مهری کردند و این کتاب با ارزش رو در حقیقت تدوین کردند و به زبان ساده با نثر خیلی ساده نوشتن و مختصرش کردن که به صورت یک مزه، یه در حقیقت اردو که شما مزه کنید و علاقمند بشید به اینکه برید سراغ اصل شاهنامه. ما وقتی که این کتاب رو خوندیم، اکنون به بخش رستم و اسفندیار رسیدیم و این بخشی که از مهمترین در حقیقت المانای این کتاب است و از نظر فن نمایش در حقیقت یک کار شایسته است، یک کار قابل توجهه و همه اون استراکچر که ارسطو برای نمایشنامه نویسی تعریف میکنه رو تو این داستان میتونی ببینی. بنابراین از خود آقای چمنارا خواهش کردیم که هم عید است و هم نوروز است، همین که یه سلامی بهش بکنیم، سال مبارکی بهش بگیم، به خودش، به خانواده معززش، همه عزیزانش، و ازش خواهش کنیم که خودش این داستان رو که
یقینه آدمی که کتاب رو شاهنامه رو اینجور نوشته اشراف بیشتری داره. ازش خواهش کردیم که خودش با زبان خودش این تیکه داستان رو تعریف کنه و ببینیم که فردوسی چه قصدی از این نوشتن داره. آقای چمانه رو من به شما درود میفرستم، سال نو رو به شما مبارک باد میگم و خوشحال میشم که بشنویم این داستان رو از زبان شما. بفرمایید. با درود بر شما و بینندگان تلویزیون میهن، بنده هم همچنین شادباش های نوروزی خدمت شما و بینندگان عرض میکنم و به نام خداوند جان و خرد. قبل از هر چیز که وارد داستان شاهنامه بشیم میخواستم دو موضوع خدمتتان بگم. اول اینکه با تعریفی که شما از بنده کردید خیلی ها ممکنه اشتباهاً فکر کنن که من یک نویسنده و یا ادیبی هستم و اینجا میخواستم در اول کار عرض کرده باشم که من یک مهندس هستم، هرچند در کار خودم نسبتاً وارد هستم ولی در کار ادبیات و تاریخ و اینها هیچ وقت خودم همسنگ استادانی که اکثرا مهمان شما هستند مثل آقای دکتر نوری علا، آقای صدرالاشرافی یا آقای دکتر میر آفتابی و خلاصه اگه بخوام اسم ببرم همه شنه باید یکی یکی اسم ببرم، حتی در مقام شاگردی آقایان هم نیستم. کاری که من در مورد شاهنامه کردم فقط یک، همونطور که شما بارها گفتید، یک خلاصه نویسی است از این کتاب مقدس که اون فقط به این منظور که مردم بفهمن داستان چیه تا اینکه برن اصل کتاب بخونن، چون کتاب خیلی بزرگه و اکثر ما ایرانی ها هم حوصله کتاب های 3-4 هزار صفحه نداریم، بنابراین اینه کوچیکش کردم. دوم این که باید عرض کنم خدمت سرکار و بینندگانتان که من باید بگم هر کاری که انجام میدم، هر کار رسانه‌ای که میکنم، چه نوشتن کتاب یا این گفتگوها یا فیسبوک یا فعالیت دیگری باشه، همه در چارچوب اعتقاد دیرینه هم است که رژیم در ایران بعد از 40 سال به دلایل علوم سیاسی و یا تاریخی و یا حتی اعتقادات مذهبی بعد از 40 سال عوض خواهد شد. قبلاً من درباره کتاب انگلیسی پیچیدگی ایران و سال 2020 با شما صحبت کردم. منظور من از سقوط حکومت اسلامی تغییر قانون اساسیه و این از حالا تا این 3-4 سال آینده باید آنچنان این تغییره یک افرادی مثل شما و استادان بزرگی که همه میشناسیم کیا هستن، آنچنان این تغییر مهندسی بکنن که در بلبشوی انفجار جامعه مثل سال 1357 سالوسی پیدا نشه و خبرگانی از سر از سوراخ ها در نیارن بیرون که برند و یه قانون اساسی خودشان بنویسن که ما رو همینطور که میبینی اینطوری گرفتار کردن. برای این کار وظیفه ما در خارج از کشور که از آزادی بیان برخوردار هستیم روشنگری جامعه است و این تنها نقشی است که درون مرزی ها میتوانند داشته باشند، نه رهبری، یعنی روشنگری نه رهبری. تا مردم قانون اساسی سکولار درک کنند و این بشود شعارشان تا سال 2020. لازمه روشنگری در جامعه علاوه بر دانش تاریخ و ادبیات و جغرافیایی که شما فرمودید و هویت ایرانی، بازنگری در اسلام و قرآنه. ما هم در مورد قرآن راستین با هم صحبت کردیم، همین کاری که در مورد شاهنامه کردم شاید خیلی آسانتر در مورد قرآن کردم و اون این که یک
کشف داخلی خودم کردم که اصلا قرآن به این شکلی که هست اگر شما بخوانید به هیچ نتیجه نمیرسید. این قرآن کرانیکال کردم به نام قرآن راستین و خلاصه قرآن به زبان خیلی ساده و عادی در 40 صفحه نوشتم که من خواهشم از اینه که اگر شمایی میخواید در مورد قرآن یک بازنگری بکنید همین 40 صفحه رو بخوانید و من میتونم به شما قول بدم اطلاعات شما در مورد دین بیشتر از هر آیت اللهی خواهد شد. حالا اینه بدون اغراق به شما عرض میکنم، چون در خود قرآن هم حضرت محمد فرموده که این قرآن به زبان ساده و به زبان مادری و زبان عامیانه نوشته شده. یعنی ما باید قرآن به فارسی و به کرانیکال بخوانیم، همونطوری که مصحف علی بود و یا سلفی ها میگن که قرآن اولیه بوده. و با این خواندن قرآن ما میتوانیم به یک مرحله برسیم که بگیم آقا ما احتیاج به آخوند و کسی که قرآن برای ما تفسیر بکنه نداریم. بنابراین ما با در مورد قرآن بازنگری رو انجام میدیم اگر که قرآن به این شکل درست بکنی. و اما در مورد شاهنامه، علت این که امروز خدمتتون رسیدم این بود که چون به داستان رستم و اسفندیار رسیدید، این هم یکی البته همونطور که عرض کردم شاهنامه پر از داستانهای بامعناست که به اون حالت شورانگیزی شما توجه نکنید، ولی در مورد هر داستانی اگر شما دقت بکنید میبینید که این یک رمز و معنایی داره. همونطور که خودش میگه که تو این رو افسانه فکر نکن، بلکه این یک رمز و رموزی داره و تو باید این رمز و رموزش رو پیدا کنی. حالا البته این موضوعی است که منی که اطلاعاتم در مورد شاهنامه به این محدودیه، یعنی کاری که من کردم 3-4 دفعه شاهنامه رو خواندم، این هیچ وقت بنده رو نمی‌کنه همسنگ یا اینکه حتی در مورد شاگرد استادانی مثل خالقی مطلق و یا آقای دوستخواه باشم، ولی این استنباط خودم با شما در میان میگذارم که شما هم اینه با بینندگانتان در میان بگذارید. شاید ما بتوانیم از این کتاب مقدس یک درسی بگیریم. برگردیم به داستان رستم و اسفندیار. البته من وقتی که قرآن میخوانم از اون صفحه اولش اتفاقا قرآن آورد، میگم شاهنامه را آوردم، چون الحق و بلانصاف میشه گفت که شاهنامه هست سوی راه قرآن عجم و همین ترتیب هم هست که اشتباهاً بعضی موقعا به جای قرآن میگم شاهنامه. از اون داستان پیدایش شما میتوانید شروع بکنید و چند تا داستان من اینجا پیدا کردم که میخواستم صحبت بکنم، ولی قبل از اینکه در مورد اونها صحبت کنیم در مورد داستان رستم و اسفندیار که فعلا شما در هنوز نبرد شروع نشده، یک مکالمه ایست بین رستم و اسفندیار در اونجا هستید، یک آنالیزی و یک تشبیه سازی بکنم. و اون این که این داستان رستم و اسفندیار در یک کلام میشه گفت یک نبرد بین سکولاریزم و طالبانیزم، به این ترتیب که اگر شما افراد در این داستان جایگزین بکنید و بعد متوجه میشید که واقعا داستان همینه، نبرد بین سکولاریزم و طالبانیزم یا ولایت فقیهی یا دوگماتیزم یا هرچی. در اینجا من به خاطر اینکه فکر شما رو ببرم توی اون مراحل میخواستم بگم که شما فرض کنید که رستم در اینجا آقای دکتر نوری علاست، اسفندیار
طالبان و اصلاح طلبان و با گروه آقای روحانی و رفسنجانی و اینها هست که اینها میخوان این رژیم نگه دارن. گشتاسپ یک پدر که واقعا یکی با وجودی که شاه ایران الان و خب قاعدتا باید دوستدارش باشی، ولی وقتی که انتهای این داستان میرسید و صحبت اسفندیار میشنوید میبینید که گشتاسپ همین ولایت فقیهه. پس بنابراین شد شما حالا رستم بذارید آقای نوری‌علا، اسفندیارم اصلاح طلبان و روحانی و گشتاسپم ولایت فقیه. مادر اسفندیار کتایونم فرض کنید که همین ملت ایران و مادران داغ دیده ما باشند. زال در اینجا شما تلویزیون میهن و سعید بهبهانی فرض کنید و سیمرغ، که البته معنی سیمرغ به اعتقاد من روشنگری و خرد جامعه است، که البته در مورد سیمرغ باید شما این از آقای دکتر میرآفتابی بپرسید، چون اون با پوست و استخوانش لغت سیمرغ درک میکنه، چون خودش مجلش هم به نام سیمرغ بوده. سیمرغ حتی به اقتباس از رستم، یعنی اون مرغ افسانه‌ای، بعدن عطار ازش استفاده میکنه به نام مرغ افسانه‌ای عطار، و در منطقه تیر عطار شما میبینید که همین داستان دوباره پیش میاد که چندین مرغ هستن که میخوان برن به حقیقت بعد از شریعت وارد طریقت میشن و بعد از زحمات زیادی که میکشن بالاخره میرسن به سیمرغ، اینها رو به حقیقت مطلب میرسانه. بنابراین سیمرغ روشنگری و حقیقت جامعه فرض کنید. در اینجا چشم اسفندیار شما قانون اساسی جمهوری اسلامی یا کتاب شریعت اینها بدانید، و اون تیر خدنگ که از درخت گزی که سیمرغ روشنگر به رستم نشان میده شما قانون اساسی سکولار فرض کنید. البته حالا من نمیخوام شیرینی داستان از بین ببرم و به شما بگم که داستان چی میشه، ولی داستان از این قراره که رستم اسفندیاری روین تنه، به خاطر اینکه زردشت اینه روین تنش کرده و واقعا تیر بهش کارگر نیست، و در نبرد آخری که رستم با اسفندیار میکنه هرچه تیر بهش میندازه بهش کارگر نیست، تا اینکه خودش زخمی میشه، رخش زخمی میشه. خلاصه میان پهلوی زال که همین تلویزیون میهن باشه و اینها، اونم میگه که میبرد جان پهلوی سیمرغ روشنگر، و اون بهش میگه آقا مگه تو نمیدانی که این رو این تنه فایده ای نداره، این کارهایی که شما میکنید برای سرنگونی این رژیم، حالا داستان اون بماند، اینها عملی نیست، شما باید قانون اساسی این رژیم نشانه بگیرید. و میبردش سیمرغ، رستم میبره در یک جای یک درخت گزی نشانش میده، میگه از این یک تیری درست بکن که همون قانون اساسیه، و دوباره اینه برو با اسفندیار صحبت بکن و دوباره به راه راست اینه هدایت بکن که آقا اینقدر ظلم نکنید، ای اصلاح طلبان، ای آقای رئیس جمهور روحانی، اینقدر اعدام نکنید. خلاصه فایده نداره، چون اینا ذاتشون همینه، چون قانون اساسیشون اینه. بنابراین رستم ناچار میشه که تیر بندازه و به اصطلاح اسفندیار بکشه، و این خب کشتن اسفندیارم که همون چیزیست که واقعا پیروزی به اصطلاح سکولاریزم میشه بر اون فناتیسیزم و طالبانیزمی که الان حاکم بر ایرانه.
این در مورد داستان رستم و اسفندیار بود. حالا من از شما میخوام آقای بهبهانی اگر که وقتی هست تا من یه چند تا داستانهایی که شما ازش همینطوری رد شدین مثل همین داستان رستم و اسفندیار خدمتتون عرض کنم. بله خواهش میکنم. بله بابا بفهمی 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 خوشحال میشم. من اگر یادتان باشه اولین بحثایی که میکردیم در مورد این بود که ایراد گرفته بودند که چرا شما کتاب اسم اینه گذاشتی کتاب مقدس، و بندم همون موقع عرض کردم که این لغت مقدس نه به اون معنای دینی که ممکنه بعضی ها استنباطی ازش داشته باشن، بلکه یک مفهوم دیگری است که اسپینوزا تعریف کرده، و اسپینوزا کسی است که دکارت بهش معتقده و انیشتن میگه که من به دین اسپینوزا، هرچند انیشتن خودش یک دیندار بوده و علی رغم اون چیزی که فکر میکنید که یه آدم لامذهبی بوده، یه آدم دینداری بوده، همینطوری که میدونید که اسرائیل وقتی که میخواست درست بشه اصلا پیشنهاد بهش میشه که آقا تو بیا بشو اولین رئیس جمهور اسرائیل به جای بن گوریون. به هر حال انیشتن میگه من به اون دینی اعتقاد دارم که اسپینوزا اعتقاد داره، و اسپینوزا در تعریف مقدس میگه ما به این دلیل میگیم کتابهای دینی مقدس هستن که شما رو به نیکی و عدالت راهنمایی میکنن. و حالا شما هم اگر که این کتاب، حالا نمیخواد اون 4000 صفحه بخونید، ولی لااقل این کتاب کوچک شاهنامه رو اگر سریع بخونید ببینید که آقا در اینجا به غیر از نیکی و عدالت چیز دیگری نیست. تمام شاهانی که عوض میشن نصیحت به فرزندانشان میکنن، شاهان خوبی که بودند، که آقا نیک خوبی بکنید و عدالت رعایت بکنید، نیکی و عدالت. علاوه بر اینها اساس و پایه شاهنامه خرده، و این خرد، حالا شما این در تعریف سیمرغ میخواید توجیه بکنید و یا هر چیز دیگری، خرد اساس اون اینه، تفکر این. و شما ببینید شاهنامه با جمله به نام خداوند جان و خرد کز این برتر اندیشه بر نگذرد شروع میشه، و اول کار آب پاکی میریزه روی دست شما که آقا شما دیگه دنبال دین نرید. همونطوره که خودش در آخر کتاب میگه که اگر شما این کتاب بخوانید دنبال خرد میرین، به دین نخواهید گروید. میگه به بینندگان آفریننده را نبینی مرنجان دو بیننده را، که حالا بعدش توانا بود هر که دانا بود، دانش دل پیر برنا بود. و در ستایش خرد که بنمایه تعالیم شاهنامه است، فردوسی میگوید خرد بهترین نعمت ایزد و دستگیر انسان در هر دو سرماست. این در مورد خرد. حالا ببینید برخلاف تمام کتاب‌های دینی که شما می‌خوانید و می‌بینید آفرینش اینها چطوری تعریف کرده، ببینید فردوسی درباره آفرینش چی میگه. البته این صفحه اول کتابه، یعنی یک صفحه است که شامل 13 صفحه اول کتاب شاهنامه میشه. این چیزم می‌خواستم خدمتتون عرض کنم که یادم رفت میشه بگم که اگر کسی واقعاً میخواد خود شاهنامه رو به صورت اودیو گوش بده، برن توی همین چمنارا.net یه خورده بیان پایین، در اونجا نوشته شده کتاب گویا. روی کتاب گویا کلیک بکنید، با صدای بسیار بسیار قشنگ آقای اسمشان متاسفانه الان یادم رفته، تمام شاهنامه در حدوداً
30 تا سی دی خوانده شده و تعداد صفحاتی که روی این کتاب هست در مقابل اون سی دی زده شده، یعنی شما روی سی دی اول که کلیک بکنید به مدت یک ساعت برای شما همین در 12 صفحه اول شاهنامه رو، اصل شاهنامه رو خواند میخوانه، که بنده مثلا در یک صفحه این خلاصه کردم. حالا شما ببینید در مورد آفرینش واقعا فردوسی چه میگه. میگه یزدان از ناچیز چیز آفرید، بدان تا توانی تا توانایی آرد پدید. شما نگاه کنید ببینید این میگه از ناچیز چیز آفرید. از ناچیز چیز آفرید یعنی چی؟ یعنی همین چیزی که 1200 دانشمند فیزیک و ریاضی در لابراتوار سرن بین فرانسه و سوئیس آمدن آزمایش کردن در چند سال گذشته، که در اون نقطه حساسی که در اون چند میلینیوم ثانیه‌ای که در بیگ بنگ بعد از بیگ بنگ اتفاق افتاده چه اتفاقی افتاده که از هیچ، حالا دیگه نمیخوام وارد تئوری کورک و نمیدونم پیزوترون و از این چیزا بشم، ولی حالا چطوری انرژی و اون دنیایی که در زمان بیگ بنگ یک بار این اتفاق افتاده چطوری تبدیل به این کائناتی که ما امروز درش هستیم بعد از 13.8 میلیارد سال تبدیل به این کائنات امروز ما شده، به این بزرگی که از این طرف تا اون طرفش 130 بیلیون سال نوری طول میکشه برید، که این منظومه شمسی ما یک چیز کوچیکی است که تنوز بشر اون ستلایت هایی که فرستادن حتی نرسیدن به انتهای منظومه شمسی. یعنی چطوری از ناچیز چیز آفریده شده. حالا اینجا شمل کنید ببینید شعر بعدی میگه یکی آتشی بر شده تابناک، میان آب و باد از بر تیر خاک. یکی آتشی بر شده تابناک. آقا داره به شما میگه اینجا یک همش آتش بوده، گرم بوده. از آن پس، البته من خلاصش کردم دیگه، اینجا شعرش اگر میخواید میتوانید برید توی همون کتاب گویای شاهنامه گویا و تمام اشعارش بخوانید، ولی خلاصه نثرش میگه که از آن پس آرام به سردی گرایید، یعنی اون شعله های آتش به سردی گرایید، و این گنبد شگفت‌انگیز پدید آمد و ستارگان در جای خود قرار گرفتند. سر رستنی ها از کوه و آب برآمد، گیاهان و چندین گونه درخت رویدند. چون جنبندگان پدید آمدند، ببینید یه خورده فکر کنید ببینید این چی میگه، از این گیاهان تغذیه کردند. چنین است فرجام کار جهان، نداند کسی آشکار و نهان. چون از این بگذری مردم پدید آمدند. ببینید بعدش چی میگه، و وقتی قامتش راز شد با گفتار خوب و به کار بستن خرد فرمان روای دام و وحوش شد. خب آقا 700 سال که نه، 800 سال بعدش داروین تازه میگه که آقا انسان اول خمیده بوده بعد راز شده. انسان‌های اولیه رو شما داستانش ببینید. یعنی شما نگاه کنید اگر شما همین یک سفره بذارید جلوی استیف هاکینگ بگین آقا 1000 سال پیش ما یک فیلسوف، یک شاعر، یک ادیبی داشتیم یه همچی حرفی زده، آیا آقای استیف هاکینگ شما با کجای این مخالفید که این به اصطلاح مال دوران تاریک ندانمی اروپا بوده؟ حتی امروزش هم بر اساس
کشفیاتی که همین پارسال کشف شده در آزمایشگاه سرن شما نمیتوانید شاهنامه فردوسی انکار بکنید. بله خودش اینجا میگه، میگه آقا اگر شما تو این را دروغ و فسانه مدان، به رنگ فسون بهانه مدان، از او هرچه اندر خورد با خرد، دگر بر ره رمز و معنا برد. یعنی آقا این چیزاش حقیقیه، اون جایی که میاد توی افسانه تو فکر میکنی افسانه است، مثل من بی سواد، برو اینه بررسی بکن ببین آقا این با این روزگار شما چطوری داستان رستم و اسفندیاره میتونی توجیه کنی و راه حل چیه. خب این از پیدایش، داستان پیدایش. بعد شما خیلی سریع از داستان جمشید و ضحاک گذشتید. خب حالا البته این صفحه چند بود؟ صفحه 24 بود که جمشید یکی از با حشمت ترین شاهان شاهنامه و خب ما اولا نوروز ما از جمشید داریم که خودش اینجا میگه که یک روز جمشید خلاصه دیوان چیز میکنه و معمولت میده میره آسمان و بعد از آسمان که برمیگرده مردم به پاش گوهر میریزن و از اون موقع این روز بهش میگن نوروز. یعنی ما نوروزمان که الان در ایامش هستیم مدیون جمشید هستیم، جمشید بنیانگذار نوروزه و یک همچین جمشیدی با این همه فر و شکوه چطوری فر ایزدی ازش بر میگرده که ما گرفتار ضحاک میشیم. میگه که 23 سال گذشت از اون وقتی که این جمشید نوروز درست کرد و مردم اینقدر خوش بودن. حتی جمشید اینطوری که در شاهنامه نوشته حالا 600 سال حکومت کرده، حالا این ها همش بماند، ولی 23 سال گذشت، 23 سالی که جمشید از پروردگار گسست و خود را خدایگان جهان آفرین خواند و در آن مدت تمام سپاه از اطراف او پراکنده شدند و کارها در هم ریخت. بالاخره روزی فره ایزدی از او بیشتر کنار گرفت و همان سپاهیان که از اطراف او پراکنده شده بودند ضحاک تازی را کمک کردند که او چیره شود. و بعد وارد داستان میشیم. چو ضحاک شد بر جهان شهریار، بر او سالیان انجمن شد هزار. سراسر زمانه بدو گشت باز، برآمد بر این روزگار دراز. نهان گشت کردار فرزانگان، پراکنده شد کام دیوانگان. هنر خوار شد جادویی ارجمند، نهان راستی آشکارا گزند. شده بربدی دست دیوانگان دراز، به نیکی نرفتی سخن جز براز. اصلا شما فکر نمی کنید اینن داستان امروز ماره، شاهنامه هزار سال پیش، انقلاب و نمیدونم این نکبت 37 ساله رو داره برای ما توضیح میده. بله آقای بهبهانی، داستان ها زیاده. حالا من همش به ساعتم نگاه میکنم ببینم چقدر وقت داریم. حالا اگر وقت هست بفرمایید تا خودی بازم ادامه. بله آقا وقت هست. بله بفرمایید، گوش میدیم، گوش میدیم، استفاده میکنیم. ممنونم از شما. عرض کنم حضور انورتون که داستان کابوس، یک البته کابوس هم باز از شاهان
قدیمی ایرانه که در شاهنامه نامش به نیکی برده نشده، ولی اونم مثل گشتاسپ به یک خودخواه، شاه خودخواه و دهنبین که سیاوش که میشه گفت پسرخوانده رستم بوده، یعنی وقتی که سیاوش متولد میشه سیاوش میبره پهلوی خودش. شما از اینا رو همه خواندید، شاید بگم چندین هفته پیش سیاوش میبره و بعد داستان سیاوش در حقیقت یکی از داستانهای غم‌انگیز تاریخی ایرانه که ما حتی در به وجود آمدن شیعه و عزاداری که برای امام حسین میکنیم همش در نتیجه همین داستان سیاوشه. و سیاوش هم گرفتار یک توطئه و بدخواهی همسر کاووس سودابه میشه که اون متهم میکنه به اصطلاح بدرفتاری و کاووس اینه محکومش میکنه که از میان آتش سیاوش رد بشه و مردم همه خیلی غمگین بودن و سیاوش با لباس سفید به خاطر اینکه بیگناهی خودش ثابت بکنه از میان آتش رد میشه. شما چندین هفته پیش اینه خواندید که اینطوری گفت که سودابه بر بام کاخ رفت و آن آتش را که افروخته بودند به چشم دید. سیاوش با جامعه سفید سوار اسب سیاه در دریای آتش میتاخت و مردم میگریستند. ز آتش برون آمدان آزاد مرد، لبان پرخنده به رخ همچو برد. کاووس سیاوش را در آغوش گرفت و سه روز جشن گرفتند. روز چهارم سودابه را آوردند و خلاصه بگید. ولی داستان چهارشنبه سوری ما که ازش دوباره رد شدیم و خیلی از ما از روی آتش میپرن و آتش بازی میکنن، آتش روشن میکنن، این همش برمیگرده به داستان شاهنامه و رفتن سیاوش از میان آتش و ثابت کردن بیگناهی خودشه. بله، بعدش داستانای دیگری که من، البته شما هنوز نرسیدید به اونجا، ولی داستان دیگری که میخواستم امروز صحبت بکنم در موردش، اون خردگرایی فردوسی در شاهنامه است و این مکالمه فردوسی با روزگار یکی از پرمعناترین اشعار فردوسیه که تمام بنیان فکری اونه. شما میتوانید اینجا در بیابید. البته اعتقاد من اینه در کتاب گریه نکن ایرانم نوشتم، فردوسی همزمان، من مالا فکر میکنم، فکر نمی کنم که با هم می نشستن، با بیرونی و رازی می نشستن با هم چای می خوردن یا می نشستن روزگاه، ولی همزمان بودن و من فکر میکنم این دو دانشمند بیرونی و رازی حتما روی جهانبینی فردوسی تأثیر به سزایی داشتند و اون خردگرایی و ماتریالیزمی که ما در اشعار خیام میبینیم همین، میشه گفت که شما مسلم بدانید که خیام یکی از شاگردای فردوسیه. البته خیام شهرتی داره به عنوان که یک شاعره، در حالی که خیلی از ما نمیدونیم، اصلا خیام خودش هم نمیدونسته که شاعره. خیام یک دانشمند ریاضیدان، نجومدان بوده و تمام کشفیاتش در رجوم امروز، اگر ما سالهای شمسی
با یک چند هزارم ثانیه اختلاف پیدا میکنیم به علت تحقیقات و معادلاتی است که خیام نوشته. خیام کاشف مثلث پاسکاله که 400 سال قبل از پاسکال، 500 سال قبل از پاسکال بیشتر شاید، اینه کشف کرده و تا چندین سال پیش همه میگفتن مثلث پاسکال، در حالی که این در حقیقت باید مثلث خیام پاسکال بین از روی غربیان به خالت خجالت نکشن از خیام، و بعد وقتی خیام روی ترجمه های فیتزجرالد از به انگلیسی ترجمه کردن اشعارش به خاطر احترامی گذاشتن اسمش گذاشتن مثلث پاسکال خیام. حالا معادلات چند مجهولیش و اون کشفیات ریاضیش بگذاریم، ولی خیام اون ماتریالیزمی که شما در اشعار خیام میبینید شاید برگرفته از تعالیم فردوسی باشه، از تعالیم شاهنامه باشه، و من میگم که خیام حتما شاهنامه رو خوانده که، و بعد اشعار خیام که امروز همه ما اون به عنوان یک شاعر میشناسیم، شاید بگم سالها، حالا نمیگم صد سال، شاید بعد از این که مردم رفتند کتابهای این نوشته های این ریاضیات این کشف کردن، در کنار این نوشته های این هم شعری گفته و جمع کردن اون شعراره، دیدن آقا شد 72 تا رباعی. بعد اینقدر این رباعی ها قشنگ و حالت خردگرایانه داره که دیگه خیام ما به عنوان یک شاعر میشناسیم، در حالی که این بی‌عدالتی نسبت به خیام، اگر شما به خیام لقب شاعر و یا فیلسوف بدید، اون یک ریاضیدان بوده، کارهای نجومی که خیام کرده اصلا در تاریخ قابل مقایسه نیست با کارهای کوپرنیک و امثاله. به هر حال این نکته رو میخوام فقط در اینجا بگم که در آخر داستان گویا داستان داستان خسرو و اینها، در داستان اسکندر، فردوسی یک مکالمه ای با چرخ روزگار میکنه که من اول اینه میخوانم و بعد شما، البته این دیگه قابل خلاصه کردن نیست به خاطر اینکه شعر انقدر قشنگه و انقدر خلاصه است که دیگه قابل خلاصه نیست. ببینید چه میگه، یعنی همین چیزهایی که اکثر شاعران مینالند از روزگار و اینها. الهی برآورده چرخ بلند، چه داری به پیری مرا مستمند، چه بودم جوان در برم داشتی، به پیری چرا خار بگذاشتی. ببینید اینجا چی میگه، بنالم ز تو پیش یزدان پاک، خروشان به سر بر پراکنده خاک. حالا ببینید سپهر بلند چی بهش پاسخ میده. چنین داد پاسخ سپهر بلند که ای مرد گوینده بیگزند، چرا بینی از من همین نیک و بد، چنین ناله از دانشی کی سزد. اینجا منظور یه آدم دانشمند و فهمیده‌ای مثل تو آقای فردوسی چرا باید این حرفا رو بزنه، تو از من به هر باره‌ای برتری، روان را به دانش همی پروری، بدین هرچ گفتی مرا راه نیست، بدین هرچ گفتی مرا راه نیست. یعنی هرچی که تو گفتی درسته ولی من چاره ندارم، خور و ما زین دانش آگاه نیست، من از داد چون تو یکی بنده ام، پرستنده آفریننده ام. ببینید روزگار که این سیستم باشه میگه آقا منم مثل تو به اصطلاح متکی هستم به قوانین فیزیک و مکانیک، به قوانین نیوتن یا هر چی تو بهش میگی، من کاری از دستم، این
ماه باید 30 روز دور زمین بگرده، این زمین باید 365 روز دوره، چیزی که بنابراین من هیچ نقشی ندارم جز او را مخوان کردگار سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر. ببینید البته شعر خیلی ساده بود، فهمش خیلی آسان بود. این همون حرفی است که استیون هاکینگ میزنه، میگه که آقا من کاری ندارم که خدا کجا بوده. حالا یه موقع شنیدم که گفت که آقا فرض کنیم که خدا بیگ بنگ به وجود آورده، ولی وقتی که بعد از بیگ بنگ همه چیز داده دست قوانین فیزیک و مکانیک، دیگه خدا دخالتی نداره. برعکس این آقایان، حالا نمیخوام اسمشون بگم مذهبی ها، که میگن آقا یه برگم که از روی درخت میفته این چیز خدا، آقا اگر شما یه خورده نجوم بخوانید، یه خورده از این بزرگی کائنات خبردار بشید، یه خورده قوانین فیزیک بدانید، مکانیک بدانید، ببینید که آقا تمام این نظم دنیا بر اساس همین چیزی است که اینجا فردوسی میگه. بدین هرچ گفتی مرا راه نیست، من از داد چون تو یکی بنده ام، یعنی منم مثل تو اینجا به اصطلاح پیرو قوانین فیزیک و مکانیک هستم، من کاری از دستم بر نمیاد. اون یزدانی که این تشکیلات درست کرده، اون خودش به وجود آورنده اینها بوده و دیگه تمام شده. و از این از حالا به بعد تو تنها کاری که میتوانی بکنی اینه که خودت با خرد روانت روان را به دانش همی پروری. یعنی تو با دانش آموختن و فهمیدن و خردگرایی میتوانی راه زندگی خودت پیدا کنی. این واقعا از داستانهای بسیار بسیار آموزنده بود که و همین این نه خط شعر واقعا میشه گفت تمام فلسفه فکری افرادی که معتقد هستند که آقا هر چی که اتفاق میفته، آقا اینه ببخش، نمیدونم این روزگار همینه که هست، این داره تو رو آزمایش میکنه، بنابراین هر متکی به هیچی نباش، خودت آزمون داره تو آزمایش میکنه، بدبختی ها رو به سرت چی کن. نه آقا، برید تاریخ یاد بگیرید، جغرافی یاد بگیرید، نمیدونم هویت خودتون پیدا کنید، قرآن بازخوانی بکنید، فکر بکنید که این قرآن چی بوده، چرا اینطوری نوشته شده و دستوراتش چیه، و بعد مسائل خودتون اینطوری حل بکنید، نه اینکه بیاید اینجا بشینید بگید آقا گوش بدید با آقای مصباح یزدی که آقا خب شما میفرمایید ما باید چیکار کنیم، آقا به شما میگه آقا هیچ فایده نداره، شما برید همتون رأی به فلانی بدید، تا اینکه اذن آقای رهبر ولی فقیه نباشه اصلا همش کشکه. خب این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه این دستور اجرا نکردید، اینه نفهمیدید، خرد خودتون حاکم بر زندگی خودتون نکردید. حالا من چیزایی که علامت زده بودم، یکی دیگه از داستان‌های غم‌انگیزی که فردوسی تو این شاهنامه میگه، اون وقتی است که در سن 65 سالگی فرزند خودش از دست میده، این بعد از داستان خسرو پرویز با کی بود، خدای یادم رفته، که داستانش پسرش از دست میده و یک داستان بسیار بسیار غم‌انگیزی از مرگ پسرش اینجا توضیح میده. و بعد من فقط میخواستم به آخر شاهنامه برسم. البته آخر شاهنامه یک 4-5 صفحه میشه و این
داستان غم‌انگیز دوران آخر ساسانی فردوسی به صورت نامه‌ای که خسرو پرویز برای فرمان روایان شرق ایران میفرسته که بعدا به اونا پناه میبره که شاید کمکی بگیره، در اونجا به اصطلاح کشته میشه. اینها همش در آخر شاهنامه آمده و اون جایی که میگه چو با تخت منبر برابر کنند، همه نام بوبکر و عمر کنند. چو روز اندر آید به روز دراز، شود ناسزا شاه گردن فراز. بله، داستان بسیار این، البته الان نمیدونم، هیچ وقت من درک نکردم چرا میگن همیشه شاهنامه آخرش خوشه، در حالی که شاهنامه در آخرش واقعا یک داستان غم‌انگیزی است که من توصیه میکنم اگر حوصله شنیدن یا خواندن صدها صفحه ندارید، لااقل همین 7-8 صفحه آخرش بخونید که چطور ایران در یک مخمسه میفته که برای 1400 سال دیگه نمیتوانه ازش بیرون بیاد، مگر اینکه ما ایرانیان با ابداع یک مذهب جدید به نام شیعه در اسلام یک بازنگری کردیم. در اون موقع، چون اگر نگاه کنید میبینید که شیعه اختراع ایرانیان بوده، به خاطر اینکه ما نمیتوانستیم این مذهب سلفی ها که اینها از اون صحراهای عربستان برای ما آورده بودن قبولشان داشته باشیم، نمیتوانستیم، بنابراین شیعه ما اختراع کردیم. و همین شیعه بود که در زمان شاه اسماعیل صفوی ایران از میان خاک و خون و خاکستر بیرون آورد، و شاه اسماعیل کسی بود که همین شاهنامه رو برای سربازاش میخوند و به کمک شاهنامه شاه اسماعیل صفوی ایران نجات داد، یعنی ایران کرد. یعنی اگر که شاه اسماعیل هم یکی از حربه ها شاهنامه بود و اگر این شاهنامه رو نمیخواند برای سربازها، شاید نمیتوانست در مقابل عثمانی های تورانی مسلمان های که از کاتولیک هم پاپ هم کاتولیک تر شدن، یعنی از توران ترکان تورانی که مسلمان شدن و بعد این ترک های ترکیه عثمانی ها، خلاصه از خود مسلمان های عربستان جنایاتی که کردن خیلی بیشتر در حق ما ایرانی ها بوده، و با شیعه که اختراع ایرانی ها بود شاه اسماعیل ما رو نجات داد و 200 سال طول کشید تا انگلیسی ها دوباره آمدن این شیعه رو کردن شیعه باقر مجلسی، که باقر مجلسی هم یکی از نوادگان یه جاسوس انگلیسی بود که از هندوستان آوردن و اسمش گذاشتن مجلسی، چون بسیار خوش صحبت و روزخان خوبی بود. و بعد خب داستان شیعه و اینها تبدیل شد، اون شیعه شاه اسماعیل تبدیل شد به شیعه شاه سلطان حسین که ما هم امروز به اصطلاح از وارثین اون شیعه شاه سلطان حسینی هستیم و ولایت فقیه و خلاصه همه این چیزها. به هر حال داستان ما از این قراره که اگر ما بخوایم در سال 2020 که منفجر خواهد شد این رژیم، به اون دو دلیلی که خدمتتون قبلا عرض کردم، به دلیلی که آقای دکتر فرهنگ گفتن که انقلابات وقتی اتفاق میفته که مردم از اصلاحات ناامید بشن، و به دلیل دوم دیگر آقای دکتر بدیعی که فرمودن تهجر این رژیم باعث میشه که اینها اصلاح پذیر نباشن، به این دو دلیل بنابراین ما بعد از 40 سال بر طبق روایات تورات که به سرگردانی قوم یهود میگه که این رژیم به سای انفجاری در ایران رو خواهد داد، ما باید آماده باشیم، یعنی ملت ایران باید روشنگری اون سیمرغ
در تمام ایران به پرواز در بیاد و ملت روشن بکنه که دو چیز اینها باید، یکی هویت و تاریخ و جغرافی خودشونه بشناسن، یکی قرآن خودشونه دوباره بازنگری بکنن، اسلام خودشونه بازنگری بکنن. این دو چیز بشه اون روشنگری در مورد این. و بعد ما هیچ بنا نداریم که کسی سرنگون بکنه، ما نابودی کسی نمیخوایم، ما فقط میخوایم قانون اساسی عوض کنیم با یه قانون اساسی سکولار. این قانون اساسی که قانون اساسی نیست، کتاب شریعه، کتاب شرعیاته، اینه عوضش کنیم و صاحب یه قانون اساسی بشیم. و هیچ هم نگران نباشید، این تمام این دزدی های 700 میلیارد دلاری و نمیدونم آبهای زیرزمینی از بین رفته مان، و البته هیچ وقت نمیتوانیم جان میلیون ها انسان خوب، جوانان خوب مان که از بین رفتن در جنگ، در اعدام، در زندان ها، در شکنجه ها، اسید پاشی ها، اینا همه جبران میشه به مدت 5-6 سال وقتی که این مملکت صاحب یک قانون اساسی سکولار باشه، چون این ملت تمام اون زیربناها را داره. این ملت ایران ژنش، دی ان اش یک خصوصیاتی داره که شما اینه میتوانید در هر شرایطی دوباره ایران. این من در مورد پاکستان نمیگم، الان امروز هم رژیم پاکستان شما عوض بکنید اتفاق نخواهد افتاد، کشورهای دیگره نمیخوام نمونه بیارم، ولی ایران یک چیز دیگه است. این ملت با این زناش، با این جواناش، فقط کافی است که این مملکت ظرف 4-5 سال صاحب یک قانون اساسی سکولار باشه و شما مطمئن باشید که ما به اون نمیخوام بگم به تمدن بزرگ خواهیم رسید، بلکه میتوانیم واقعا زندگی خوشبختی مثل مردم بقیه مردم خوشبخت دنیا داشته باشیم. و به امید اون روز امیدوارم که این ایام نوروز به همتون خوش بگذره و شادی از دوباره به مملکت ایران برگرده. یقینا ممنونم و سپاسگزارم از شما. یقینا این مطلب که شما بهش اشاره کردی، حالا دی ان ای رو ما نرفتیم آزمایش کنیم که، ولی تاریخ شاهد این داستان، همین 90-100 سال پیش از این اصلا تصور این که جامعه ایران بتواند به اون درجه ای برسد که ما مثلا تو سالهای 50 شاهدش بودیم، یعنی ظرف 50 سال، ظرف 60 سال از اون ذلت، از اون ناامنی، از اون عقب افتادگی توانست به اون نقطه برسه که وقتی که شما نگاه بکنید ببینید که رضا شاه این جاده شمار رو با ابتدا، شما مهندسید میدونید چی میگم، با ابتدایی ترین وسائل، با بیل و کلنگ و قلم و چکش، بعضا حالا یه دینامیت اون عصر، نه امکانات و تکنیک این عصر، این جاده به این عظمت و دل کوه و شکافت و جاده کشید، از دو گونه جاده کشید برای ایران، راهن ایران رو بدون اینکه بره سراغ خارجی قرض بکنه، از عوایدی که به روی قند و شکر و اینا اضافه کرد، از اونجا یه راهن 160 میلیون دلار اون روزگار، 160 میلیون دلار 80 سال پیش اینا خرج کردن و این راهنه کشیدن. بنابراین نشون داده که این جامعه توان تغییر و بهتر شدن همیشه داشته. شما دوره شاه سلطان حسین رو اشاره کرد، بعد یه مطلبی میبینی که نادر ابیوردی، آدم فقیر بیچی، میاد و ایران رو دوباره ام میکنه. میریم خیلی عقبتر نگاه میکنیم، میبینی که دوره یعقوب لیث
یه پسر روگری چگونه این رفتارها رو انجام. پس بنابراین نیاز نیست ما بریم به آزمایشگاه و بگیم که آقا ما همه مردم ایران رفتیم دونه دونه دی ان ایشون رو گرفتیم اومدیم میگیم آقا دی ان ایشون. این البته شما به عنوان مثال گفتید، ولی تاریخ چیز دیگه ای رو به ما نشون میده، یعنی تاریخ حقیقت حرف شما رو تایید میکنه. بازم از حضورت سپاسگزارم، برای شما ایام بهتری رو آرزو میکنم آقای منتشمنر. سپاسگزارم از همه مهرت، از همه یارید و از اینکه در حقیقت یک میهنیار هستی. متشکرم از شما. متشکرم. روز خوب. خداحافظ. خداحافظ. به هر حال گفتگوی با آقای مهندس سهراب چهنارا که من فکر کردم این رو به جای شاهنامه ازش استفاده کنم، یعنی اینکه به جای اینکه شاهنامه بخونیم اصل خود کاتب شاهنامه رو بیاریم، کتاب مقدس ایرانیان، و از خودش بخوایم که در این مورد به ما توضیح بده. اگه این برنامه مورد توجه شما هست، اسالوت کن لینک برنامه رو از طریق فیسبوک و توییتر و گوگل پلاس برای سارین بفرستید. به فیسبوک ما بیا یه لایکی بزن. اینا دیگه ابتدایی ترین کارهاست که آدم میتونه انجام بده. و مهمتر از همه بحث کمک مالیه. ما واقعا بدون حمایت شما، بدون اینکه شما به ما یاری برسانی، ما امکان ادامه رو نداریم. خیلی سخته، خیلی سخته. و شما مرتب میبینید، میشنوید این بزرگان تعریف میکنن از این تلویزیون، و یه شخصیتی مثل دکتر میرافتابی همواره میگه التماست میکنم کتاب بخون. منم التماست میکنم که کتاب بخون. اگه شما کتاب بخونی مطمئنم که به میان تیوی کمک میکنی. دوتا به هم دیگه رابطه مستقیم دارن. ازت ممنون و سپاسگزارم. از کاوه نازنین هم در سایت پرمخاطب مردم ریپورت .net هم تشکر میکنم. این زیرنویسا رو نمیدونم تا چه حد مورد علاقه شما هست. من تلاش میکنم که در این زیرنویسا سرتیتر خبرها رو بنویسم، ولی اصل خبر رو اگر رو همون سایت میان تیوی رو آخرین اخبار کلیک کنی به مردم ریپورت .net راهنمون میشی. اونجا اصل خبر رو میتونی همش رو اونجا مطالعه کنی. اینجا فقط به صورت تیتروار است. بازم از شما سپاسگزارم تا فرصتی دیگر. ممنون. مرسی. به گوشم به گوش بودم از زمان